انسان دروغگو در مشاغل اجتماعی هم موفق نمیشد. اگر مثلا رئیس یک اداره باشد، اگر مثلا در یه جایی کار بکند، این آبرو ندارد در بین اینها. اون زیر دستاش بهش اعتماد نمی کنن. کسی که در یه مقام اداری قرار گرفته، حالا یا استانداره یا فرمانداره یا مثلا رئیس دادگاه، هرچه هست، این اگر راست بگه زیر دستانش بهش اعتماد میکنن. اگر دروغ بگه زیر دستانش هم اعتماد نمیکنن، خودشون هم دروغ میگن. خودشون هم یاد میگیرن دیگه از این، میگن اگه بد بود که این آقا والا دروغ نمیگفت برای ما. و بدتر از این، اگر این دروغگویی در مدیران عالی رتبه نظام باشه، اگر این دروغگویی شایع شد در بین مدیران عالی رتبه، دروغ میگن، گاهی دروغ میگن. این دو عیب دارد. یکی مردم اعتمادشون از اینا سرد میشه، حرفای حقی هم که بزنن باور نمیکنن. و دوم، اگر دروغ بگن، به مردم دروغ بگن، خود مردم هم دروغگویی رو از این آقایون یاد میگیرن. الناس علی دین ملوکه، که متاسفانه همینجوریست. اگر دروغگویی باب شد و گفتیم خب مصلحت ما دروغ گفتیم، ما گفتیم برای فلان جهت درست، چرا؟ مگه نمیشد که آدم راست بگه برای این کار، مخصوصا اگر این دروغ‌ها در زمان انتخابات آمد پیش. اگر زمان انتخابات آمد پیش و این دروغ و اون دروغ و اون دروغ و اون دروغ و مردم را در این حالت بلا تکلیفی کنند. برادرم، عزیزانم، ما مسلمانیم، حکومت ما حکومت اسلامیه، حکومت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، حکومت پیغمبر اکرمه. ببینیم اینا از ما چی میخوان. آخه با این دروغگویی از سر مردم رو ما گرم بکنیم که درست نیست. که به امت خودتون صادق باشید. اگر مشکلات هست بگید آقایون این مشکلات هست، منم قبول دارم، انشالله اصلاحش میکنم، در سعد اسلام هست.